مثال حل بکنیم که یک از مثالی که مشاهده خواهید کرد، مثالی از محاسبه مرکز سطح و اینجا یه سری روابط کلی رو ارائه دادم که اینا تو جداولی در انتهای کتاب ها وجود داره. حالا اگر دوست داشتید میتونید به اونجا مراجعه کنید. حالا بستگی داره که امتحان جزء بسته باشه، بعد اساتید مختلف ممکنه متفاوت رفتار بکنن. من خودم همیشه جزء باز میگیرم اینا رو. و این جداولی در قسمت همین اینو چنین چیزی است، من یه تیکه از وسطش درآوردم. شما میگم مرکز سطح اون قسمت باقی مونده چقدره. و البته این مقدار مثال‌های یه مقدار عملی‌تر و کاربردی‌تر و مکانیکی‌تر که درس موقت مسائل ما خیلی از اینا مواردی که اینجا میبینید استفاده خواهیم کرد. پس آن چیزی که در اینجا خواهیم داشت اتفاقا حل مثال خواهد بود از محاسبه مرکز بارهای گسترده، کلا مرکز سطح، مرکز حجم و موارد دیگری که در اینجا خواهیم. مثال اول، شما یک هندسه‌ای دارید، یک سهمی است. شما گفتم مرکز سطح این قسمت رو به دست بیارید. حالا این میتونه یک جسمی باشه واقعا، مرکز سطح شما پیدا کنی، مثلا در مجاورت سیال ساکنی باشه هر چی، یا نه واقعا یک بار گسترده ای باشه، مثلا یه تیری من داشته باشم، یه چنین بار گسترده ای مثل این اینجا روی این داره وارد میشه، مرکز سطح این قسمت رو قرار شد به دست. پس ما اینجا کاری نداریم که این چیزی که اینجا میبینید یک جسم واقعا یا یک بارگذاری، من میخوام مرکز سطحش رو به دست بیارم. اول باید فرمول خود اینو داشته باشم. یک سهمی است که از نقطه 0 و 0 عبور کرده و از نقطه A و H. پس این میشه فرمولش که Y مساوی H بر A2 X2. اگه X و 0 بذارم Y هم 0 خواهد شد و اگه X و A بذارم ساده میشه Y مساوی H خواهد بود. این از فرمولش. تا H هم هست، یعنی ارتفاع H، من این تیکش رو فقط دارم بررسی میکنم و این میخوام مرکز سطح این شود. برای این کار یک اسلایس از اینو در نظر میگیریم، مثل وقتی ما هندونه رو ببرین اینجوری اسلایس ازش در میارین، اینجوری میبرین تو باغ و این پیکنیک و اینا میرین در میارین، یا مثلا کیک رو میخواییم برش بدین، یه برشی از این جسم رو در نظر میگیرم با ضخامت دی وای، وای محور عمودی، ایکس محور افقی است و به طول 2x. x چیه؟ هر نقطه روی این یه x داره یه y داره دیگه، دو برابر، چون متقارن جسم من، محور تقارنش وسط دیگه، سهمیه. در نتیجه اصلا شما متقارنه، من بگم به شما این نقطه مرکز تقارن، این مرکز سطح این کجا، شما میگید حتما رو محور تقارنه، یعنی x c برابره با صفره. x c یعنی مقدار x مرکز سطح حتما وسطه، ولی وایشو نمیدونن کجاست، اینکه این بالاتره پایینتره اینا کجاست. به نظر میرسه که از h دوم بالاتر باشه دیگه، چون این قسمت پایینش پهن‌تره، از وسط بالاتر باید باشه، ولی x سی صفره به خاطر تقارن. حالا اگه یه مربع بود خب خیلی ساده بود، چون دو تا محور تقارن داشت، محل تلاقیش میشد مرکز سطحش، ولی خب این متقارن نیست. ولی برای این کار میاد که تکه از اینو در نظر میگیرید و دی آر رو به دست میارید، میشه بعد دو برابر x در دی y. حالا سوال اینه که x چقدره؟ خب اینجا من y رو بر حسب x دارم، شما x رو بر حسب y حساب کنید. پس x میشه رادیکال a2 y h-م مقدار این ایکس دیگه، من مثبت منفیشو کار ندارم دیگه، اندازه شو دقیق دارم بررسی میکنم، دو برابر ایکس یه تمام شد دیگه، از اینجا به بعد دیگه باید انتگرال گیری کنیم دیگه. مقدار وای مرکز سطح، چون ایکس سی که صفر شد، میشه انتگرال وای دیا تقسیم برا، اینکه نکته خاصی نداره. مساحتش هم که از به راحتی با انتگرال گیری ساده من پایین حساب کردم، جاگذاری خواهم کرد، انتگرال ای مساوی خب انتگرال دیا میشه ای دیگه. خب دیا چی بود؟ از این باید انتگرال بگیرید. من دقت کنید که دی وای از یک وای تا وای دیگر، از وای صفر تا وای مساوی اچ باید انتگرال، یعنی این المانم اینجوری بالا پایین کنین، کل اینو جارو کنه، انتگرال کن، اینتگریت کنین، همه این المان ها رو به هم بپیوندید، مجتمع بکنید تا کل مساحت بشه. پس فعلا من اینکه مخرج رو به دست بیارم، این پایین از همین چیزی که بالا داشتیم 2x دی وای از صفر تا اچ انتگرال گرفتم، جاگذاری به عهده خودتون، مساحت میشه 4/3 اچ برای یه سهمی. مساحت اینم حالا به نظرم حفظ کنیم برای کنکور اینا، شاید بدک نباشه. A میشه فاصله افقی، H میشه فاصله عمودی، متقارن هستیم. و بعد اینو بیاین مخرج بذارین 4/3 A چون اینجا ببینین A دیگه، اینا جاگذاری کردن، اینا همش A. حالا صورتو نگاه کنید، به همین رابطه‌ای که داشتین یه دونه Y ضرب بکنید به DA، این چیزی که اینجا دارین یه Y ضرب بکنین و بعد انتگرال بگیرید. این Y رو من ضرب کردم به این چیزی که اینجاست، روی دی وای انتگرال. این ایکس چی؟ ایکس هم که از اینجا بذارین دیگه، ایکس خودش بر اساس وای. پس اینجا من این کل این چیزی که دارم دی است الان، این دی آ کل اینه، یه وای هم بهش ضرب شده، خود دی آ چیه؟ 2 ایکس دی وای که این ایکسه
با توجه به این رابطه دو هم که داشت و اینا تمام شد دیگه. دیگه بقیه‌اش دیگه انتگرال گیریه به نظرم دیگه. این انتگرالش رو بگیرید، چیز سختی هم نیست انتگرالش. از اینجا 3/5 اچ به دست میاد، وسطش میشه 2.5/5، یعنی 1/2 اچ دیگه. این 3/5، یعنی یک کوچولو از 2.5/5 بیشتره که یک وسط باشه. باعث اینکه پایین پهن‌تره نسبت به بالا دیگه. مثال بعدی رو نگاه کنیم. اینا مثال خیلی معروفی است. یک بخشی از یک دایره است که یه مساحت اینجا داره و زاویه رأسش 2α است. به شما میگم مرکز سطح این کجا؟ چون دو بعدیه شما باید دو تا مختص به من بدید. ولی چون متقارنه قطعاً روی محور عمودی واقع شده و x سی برابر با 0 است. این است. یعنی اینجاست. حالا وایش چقدره؟ اینو باید اونجا محاسبه بکنیم. من اینجا دیگه واقعاً نمیخوام وارد به این داستان بشم که جزء خودتون به من تمرین حل کنید. ولی این سری اینا مساحت های معروفه تحت عنوان مثال، حالا من اینجا آوردم. اینا رو به نظرم حفظ کنید برای کنکور و اینا. ولی من اگه جزء باز باشه امتحان، که خب اینا کتاب هست انتهای جزء باز و ایناست، اگر نبودم دیگه تو امتحان هر دفعه بشه اگه بکن اینو به دست بیارید که بله همین انتگرالی که من اینجا گرفتم شبیهش یه المان بگیرید و حل کنید. ولی اگر نبود خب دیگه نیازی نیست اینا هر دفعه به دست بیارید. ببین برای یک چنین مساحت x سی 0 به خاطر تعارض y سی میشه 2/3 r سینوس الفا تقسیم بر الفا. خوب دقت کنین، الفا نصف این زاویه است. من میدونم یکی از اشتباهات رایج اینه که مثلا میگن این 60 درجه است، بابا 60 درجه نه، و 30 درجه بذارید شما. بعد اشتباه بعدی ولی اینو 60 بذارید، باید حتما رادیان باشه، یعنی الفا رو باید پی دوم پی ششم اینا اینجوری بذارید. که اگر این الفایی که من اینجا دارم برابر پی دوم باشد، و این زاویه میشه 2 پی دوم، تبدیل میشه به یک نیم دایره‌ای که دارید اینجا. و جز اون مواردی است که خیلی استفاده میشه نیم دایره، که این فاصله مرکز سطحش تا پایین برابر با 4r تقسیم بر 3π. این هم حفظ کنید بدک نیست، 4r تقسیم بر 3π. دیگه اگه به این حالت باشه، یعنی ربع دایره باشه، فاصله عمودیش حالا من اینجا نوشتم تمام متقارنه دیگه، این فاصله افقیش هم همینجوری میشه دیگه، یعنی فرقی نمیکنه شما نسبت به محور افقی بسنجید نسبت به محور عمودی بسنجید 4r تقسیم بر 3π خواهد بود. اگه یه میله داشته باشین در اون صورت مرکز این یه آرک یه قوس داشته با این مساحت بود، کل این جرم من کل این بود. اما اینجا اگه یک طول داشته باشین در اون صورت چون به خاطر تقارن این وسطش میفته و وای سی و مقدار وای سیش برابر خواهد بود با آر سینوس آلفا تقسیم بر، یعنی بالاست دیگه، آر سینوس آلفا تقسیم بر آلفا. یعنی آلفا رو دقت داشته باشه که چجوری اینجا 2/3 بود اینجا خودشه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی 2/3 یعنی یه مقدار پایین تره دیگه، این اینجا انگار 3/3 به این ضرب شده. خب اینی که پایین چون این پایینم جای مقدار مساحت من این پایینم هست دیگه، نشه تو این بالایی یه مقدار مرکز سطح به سمت پایین متمرکز میشه در قیاس اینی که کلش در بالا متمرکز شده. پس اینجا 2/3 همین پایینیه، این دوتایی که با هم یکی هنگی دقت کنیم این 2/3 این هستش. XSC که همچنان 0. یه مثلث رو گفتم حفظ کنید، اصلا ما اینو به دست آوردیم 2/3 که اینجا مشاهده میکنید، ارتفاع A و H فاصله مرکز سطح تا نوکش اگه حساب کنید 2/3 قاعده است، این A تا این ور اگه تا ارتفاعش حساب کنین 1/3 است و YC نکته خاصی نداره. XSC و YC یعنی دوتا اینجا باید داشته باشید، هم مقدار X رو باید داشته باشید که 2/3 A، هم مقدار عمودی رو. تو فرق نمیکنه عمودی هم باشه همینه دیگه، یعنی عمودی اگه مثلا یه مثلث من اینجوری داشته باشم بگم مرکز سطح اینو به دست بیارید، شما یه بار مثلث محور افقی میتونید بسنجید بگید این فاصله ای که اینجا هست 1/3 کل این ارتفاعه، یه بار میتونید نسبت به این بسنجید به این فاصله ای که اینجا هست 1/3 این ارتفاع اینوری، یعنی مثلث یه جسمی است که میتونید بچرخونینش. در اینجا اگه دقت کنیم این مرکز سطحی که من دارم ایکسش رو اگه بخوام این تیکه رو باید به دست بیارم، این میشه 2/3 کل این A، این تیکه این ورش میشه 1/3. حالا اگه عمودی نگاه کنم این تیکه رو بگم به دست بیاری این وای سی خواهد شد برابر با H/3 هست و این حالا شکل شاید مقدار واضح رست نشده باشه ولی فاصلهش تا قاعده باید بشه 2/3 1/3 و اون قسمت بالاش حالا بعدم نیست اتفاقی ما دار بزرگتر من سعی کردم بکشم برابر با 2/3 خواهد، یعنی که رأس مثلث این باشه یا این باشه فرقی نمی کنه. و البته اگر یک به این حالت میله داشته باشم این میشه 2r
پیوم. حالا شما 4 تقسیم بر 3 پی رو به دست بیارین، یه بارم 2 تقسیم بر پی رو به دست، اون پی که ثابته، یه 4 سوم یکی 2، یعنی کدوم اینا بالاتره؟ منظورم مثل همین چیزی که اینجا گفت، انتظار میره وقتی کل این قسمت رو داشته باشه، چون قسمت های نزدیک مرکز هم وجود دارن، مرکز سطح این پایین تر باشه نسبت به این. منش این فاصله 4 سومه، یعنی 1 و 1 سوم، 1 و 33 صدام، این 2 خیلی بالاتره، 2 تقسیم بر پی. البته من پیاشو دیگه نگفت. پس اینا رو حالا سهمی مثلا اگه، و حالا در مورد سهمی هم حتی اینو میتونیم، چون من سهمی رو اینجا به دست دارم، این سهمی کلش بوده، این نصف سهمیه. مثلا یه فرض کن یه تیری دارم اینجا، یه بارگذاری گسترده اینجوری روشه، از صفر زیاد میشه به صورت سهمی. به شما میگم نیروی برآیند چقدر، خب بعد مساحتش رو بدونید و فاصله اش هم من مرکز سطح اینو بدونید. من اینجا مساحت رو دادن 2/3 A در B، A اینجاست، B همین ارتفاع بالاست. حالا اگه نصفه پایینش هم بود خب 4/3 میشد دیگه، همین چیزی که اینجا به دست دارین 4/3، چون این دو تیکه داشت، اینجا نصفش رو فقط بررسی کردیم. و XC و YC چقدر هست؟ چون این نصف است دیگه، XC مثل این بالا صفر نیست. اگه فقط من این نصف رو در نظر میگرفتم خب دیگه XC رو هم باید حساب میکردیم، چون متقارن نبود. ولی مقدار YC یکیش 3/5 ایه، همونجور که اینجا به دست آوردیم، و یکیش 3/8 بیه. دقت کنین سهمی من عمودی بود، اینجا سهمی افقی ها، یعنی XC که اینجا دارم با YC که اینجا به دست آوردم برابره، چون در راستای Y دارم حساب میکنم، یعنی اینجا در راستای X. ولی خب اگر این تیکه اینورم داشتیم، مقدار YC دیگه روی محور افقی قرار میگرفت، همونجوری که XC اینجا صفر شده بود، اینجا هم YC صفر میشد. ولی اینجا اینا رو حفظ کنید، به نظرم چون مسائلی هستند که خیلی معروفن، تو کیس های مختلف ظاهر میشن، به درتون میخوره. یه نکته دیگه ای که تو مرکز سطح و اینا ما باید در نظر بگیریم، سطوح ترکیبی هستن که جسم من متشکل از چندین مساحت باشد. میخوام مرکز سطح اینو حساب بکنم، یا حالا چند تا جرم مختلف باشه فرق نمیکنه، حالا فعلا چند تا مساحت مختلف. یعنی من بعضی وقتا میتونم یک جسمو، مثلا فرض کنین یه چرمه، توی استاتیک سیالات داریم اینو، که یک به این حالت یه نیم دایره است مثلا این، علاوه یه قوسی از دایره است. شما یه وقتی میتونید اینو برید جدا جدا، اینو کلا یه تیکه اصلا انتگرال بگیرین، یه وقتی میتونید بگید نیم دایره دارم، یه دونه یه قوسی از دایره دارم، و یه مثلا یک بخشی از یک دایره است، مثلا اینجا 30 درجه، اینم 180 درجه. خب من با توجه به این و یکی هم حالتی که کل یک میتونم حساب کنم اینو، ولی یه وقتی مثلا یا ولش کن اینا رو، یه تیکه انتگرال بگیریم بره دیگه. و در اینجا راه کمکه، یک جور سریع تر به جواب رسیدنه، بهش میگن اجسام کامپوزیت. و ما شما باید نیروهای متمرکز عمل کنید، یعنی بگید اینجا یه نیرو دارم مثلا، اینجا یه دونه دارم، یه سطح دارم، یعنی کار که همه اینا رو من متمرکز کردم در یک سری نقاطی. حالا میگم مساحت کل چیه؟ همونجوری که گفتیم براینده نیرو، برگشتم به اولین چیزی که من تو ویدیوی ابتدای اینجا گفتم، گفتم این مقدار H میشه تک مجموعه تک تک اینا، و همین گسالت سامیشن ایجاد میشه. حالا اگر من جسم من متشکل از چندین جسم باشد، میخوام دیگه انتگرال نگیرم، ممکن این اجسام خب ساده باشن، یعنی هر کدوم از اینا رو من با این فرمولا بتونم حساب کنم، دیگه نخوام بشینم دونه دونه دوباره انتگرال بگیرم، در واقع چند ضابطه ای هم میشه انتگرال هم دیگه. برای این کار میام این اجسام تکه هایی که دارم و مساحتش رو اگه جمع کنم، خب مساحت کل ایجاد میشه، این خیلی بدیهی است، قانون بقای مساحت مثلا اسمشو بذاریم. و اگه بگم XC و YC چیه، شما میگوید X هر کدوم از اینا رو من حساب میکنم، X هر کدومو به مساحت خودش ضرب میکنم و همه اینا رو با هم جمع میکنم، تقسیم بر مساحت کل میکنم. حالا اگه وایش رو بخواید، وای هر کدوم از این نقاط رو که هر اینا مرکز سطح های این مساحت های جزء هستن، وایاشون رو به مساحت خودش ضرب میکنم، جمع میکنم، تقسیم بر مساحت کل میکنم. مثلا یک مثلثی دارم اینجا، این مثلا متقارنه ها، اینم محور تقارنش از من قبول کنین که این مثلث متقارن، توی وسط این دقیقاً روی محورش سوراخ ایجاد کردیم، به شما میگن که این مسائل مثلث سوراخ شده است، که مرکز سطح این کجاست؟ چون میگه متقارنه مسئله، در نتیجه مقدار روی این خط تقارن واقع شده، پس XC همچنان صفر، ولی YC کجاست؟ حالا اگر که این سوراخ اینجا نبود و این محل اعمال سوراخ هم اینجا داده دیگه، H4، یعنی فاصله مرکز سوراخ تا کف H4، اگر این نبود خب یک مثلث بود، میدونید شما مثلث مرکز سطحش میشه فاصلهش تا قاعده میشه H3. حالا به نظر شما اگه من اینو سوراخ کنم، مرکز سطح میره بالاتر یا میاد پایین‌تر؟ خب چون مساحت این پایین خالی شده، تخلیه شده، میره بالاتر. و اگه جواب رو نگاه کنین، مقدار
جوابش y c برابر است با این چنین فرمولی است که اینجا مشاهده میکنید. حالا اینجا نشان میتونید بدید که مقدار y c به سمت بالاتر حرکت کرده. حالا در ادامه صحبت خواهیم کرد. بعد المان بگیرید، یه بار این تیکه پایین رو المان بگیرید، یه بار این تیکه های بالا رو المان بگیرید، یه بار این وسط رو چون شکل هندسی شما متفاوته، چند ضابطه ای میشه، سه تا انتگرال باید بگیرید. این وسط هم شما تصور کنین، المانی که اینجا میگیریم وسطش خالیه. شبیه همین چیزی که این بالا من این کاری که کردم رو دارم میگم، ولی اینجا یه سوراخی هست الان، یعنی چه المان شما وسطش خالی میشه. به جای این کار شما بالاخره دایره رو بلدین دیگه، دایره رو بلدید و مثلث هم بلدید، خب از همین حالت گسسته استفاده کنید. بگید یک A بیرونی رو میگیره. فقط نکتهش اینه، وقتی که یک سوراخ ایجاد میشه شما اینو به مثابه یک مساحت منفی بهش نگاه کنید. یعنی یه وقتی تو این کیسی که گفتم اینا رو با هم جمع میکنین، اگر یکی از اینا سوراخ باشه کم کنین به جای اینکه جمع کنین. همین نکتهش که یک مثلث چه یک دوم AH و وای سی یک میشود اچ سوم وای سی اچ. یعنی اگه نباشه این سوراخ، ارتفاع این مرکزش به اندازه اچ سوم خواهد بود، چیزی که میبینید. حالا این دفعه فقط سوراخ رو در نظر بگیرید، اصلا کاری به مثلث نداشته باشید، مساحتش میشه پی آر دو و وای سی این مرکزش هم خب این که مشخصه دیگه، وسطش میشه همین اچ چهارم میشه دیگه اچ چهار. حالا اینا رو ادغام کنید، چون یکی از اینا سوراخ شده، تخلیه شده، اون ای دو رو منفی بذارید بغلش، وای هر کدوم به مساحتش ضرب کنید، جمع کنید، چون نیستش تفریق کنید در حقیقت، و چون این نیست مساحت هم همین کارو تو مخرج هم کم بکنید به جای اینکه با هم جمع کنید، تموم شد. به همین راحت این میشه. حالا یه حالت حدی هم گفتم میشه پارامتریک حل کنید، حالت حدی رو بررسی کنید. حالت حدی وقتی است که این سوراخ من خیلی کوچیک باشه، یعنی تقریبا نباشه دیگه، یعنی تو این رابطه شما مقدار آرک شعاع این سوراخ رو به سمت صفر میل بدید، همون اچ سوم میشه دیگه، اون اچ سومی که انگاری که یک مثلثی که هیچ سوراخی نداشته باشه، ولی بخاطر اینکه این چیزی که اینجا هست در مقابل با یک ناچیز میشه، اینجا هم به همین شکل. و البته به دیمانسیون ها هم دقت کنید، این از جنس طوله، اینم از جنس طوله، پس این چیزی که اینجا دارید باید بی بود باشه، چون صورت یکی چیزی یک بی بوده، اینم باید بی بود باشه. این پی آر دو تقسیم بر ای اچ، ای و اچ طولند، آر دو هم توان دوی طوله، پس این بی بوده، بی بوده، کلا این همش بی بود. این است. مثالی که هم از بار گسترده حل بکنیم دیگه، از هندسه یکم خارج بشیم. یه تیری داریم که به این حالت یه رولر اینجا داره، یه رولر اینجا داره و یک اتصال پینی هم اینجاست. بارگذاری ها یک بارگذاری گسترده است، فقط یه مفصلی هم در نقطه جی وجود داره. یه مثالی است هم از این بخش، چون بار گسترده اون قسمتی که فقط بار گسترده رو شما می‌خواید معادل کنید به این بخش مربوطه، ولی ما بقیش دیگه به فصل، به قسم ویدیوهای قبلی مرتبطه که شما حالا چه جوری جسم صلب و فری بادی دایگرام بکشید و اینجور چیزا. مفصل رو تو قسمت قبلم یادتون باشه یه مثالی حل کردم، یک خرکی بود و یک استوانه‌ای روش بود و شبیه همونه. خب بعد کاری که خواهم کرد، اول اینو فری بادی دایگرام رس خواهم کرد قدم اول. خب اینجا من دوتا جسم دارم، مولتی پارت سیستمم، چند جزئیه. یکی این برای سمت چپی میکشم، از یه طرف به یک پینی متصله که یک دوتا نیرو باید بذارم، از یک طرف به یک مفصل لولایی مرتبطه که دوتا نیرو باید بذارم، جهتش هم همونجوری که دوست دارید بذارید. اینی که سمت راسته اینجا از یک طرف به یک رولر وصله که یک نیروی عمودی میخواد، به یه رولر دیگه اینجا ساپورت دیگه وصله که عمودی است، و یک نیروی افی هم که اینجا وارد شده به این همین، و البته عکس العمل هایی که تو مفصل اینا رو باید قرینه هم بکشید، اینا هم باید قرینه هم باشن حتما، که وقتی رو هم میافتن هم دیگه رو خونسا کن. تمام فری بادی دایگرام. البته این نکته ای داریم، حالا اگه بخوام فری بادی دایگرام رو بکشم، این بار گستردم چی باید بذارم؟ اینجا هستش که این مطالب این جلسه به درد میخوره. پس اون چیزی که من این جلسه گفتم توی از اون سه مرحله‌ای که من توی حل مسائل استاتیکی گفتم، اولی رسم دیاگرام آزاد، دوم هندسه مسئله، سوم حل معادلات جبری تعادل، تو قسمت اول وارد میشه. جایی که میخوام اینو فری بادی دایگرام بکشم، به جای این توضیح گسترده باید یه تک نیرو بذارم، به گونه ای که همون گفته مومانش معادل باشه، مومان این تکنی رو با مومان این برابر باشه، و اندازش هم و چقدر باید باشه؟ خب این مستطیل دیگه، کیو صفر، این فاصله ای هم که اعمال شده دوله، پس مساحت مستطیل میشه دول کیو صفر. این مقدار نیروس محلش کجا؟ مرکز سطح این مستطیل، که چون مستطیل متقارنه وسطش میشه، این دو کیو صفر ال وسطش که دوله، اینجا به فاصله این تیکه ال خواهد بود. خب بس قدم اول حل شد.
قدم دوم حل هندسه مسئله است. هندسه مسئله پیچیدگی خاصی نداره، یعنی خب این ابعاد و اینا هم زاویه‌ای نداریم، اینم چی نداریم تقریبا. قدم سوم نوشتن روابط تعادل و حل معادلات جبری است برای جسم شماره 1 و جسم شماره 2. یه نکته دیگه‌ای که توی حل مسائل خیلی میتونه کمک کنه، توی این مثال من بهش اشاره کردم، اینه که ما اصولا در مسائل دو بعدی دارم عرض میکنم سه تا معادله تعادل مستقل از هم داریم. اینکه این سه تا آیا دو تا نیروه یه ممانه یا نه دو تا ممانه یه تعادل نیروه، این ربطی به داست فرقی نمیکنه، یعنی میتونه هر جفتش باشه. حتی اگر در مثالهای قبل دقت کرده باشید، ما معمولا دو تا تعادل نیرو می نویسیم، افقی عمودی ممان می نویسیم، و بعد من گفتم در انتها چک کنید که ممان حول هر نقطه دیگری هم صفر بشه، تعادل ممان حول هر نقطه دیگری هم صفر بشه. یعنی یه جورای انگار یه قید چهارمی که به شکل اتوماتیک باید ارضا بشود تو مسئله وجود داره. بعضی وقتا تو حل مسائل شاید مناسب باشه شما اصلا به جای اینکه دو تعادل نیروی افقی عمودی و یه ممان تعادل ممان بنویسین، مثل چیزی که تو اینجا نوشتم، دو تا ممان نوشتم. چون وقتی ممان میگیرید، اون جایی که نسبت به ممان میگیرید، اون نیروهایی که اونجا هستن از بازی حذف میشه. شاید تعادل یه مقدار جذابتر و ساده تر به دست بیاد و یه دونه فقط افقی بنویسید و بعد در انتها چک بکنید که وقتی تعادل عمودی نیروها را می نویسید هم ارضا بشود. یعنی اون تعادل نیروی عمودی تو این مثالی که اینجا می بینید به عنوان یه چک، به عنوان یه قیدی که باید ارضا بشود استفاده می شود. برای این به جسم شماره یک کلان دارم می نویسم. یه بار خب اینجا خیلی شلوغه، یعنی هم اینجا دوتا نیرو دارم، اینجا دوتا نیرو دارم، و یه مقدار اگه بخوام تعادل نیروی نه شاید سخت بشه. میام میگم که خب من اصلا اینجا میام یه بار هول ای می نویسم، یه دونه آر اینوری منفی ایجاد میکنه در بازوی ال که دو کیو صفر، حالا من اینجا آر فعلا نوشتم، و این جی اچ هیچ گونه ممانی هول اینجا ایجاد نمیکنه چون امتدادش از این نقطه عبور میکنه، یه جی وی در جهت مثبت ایجاد میکنه در دو ال، چون فاصله این تیکه دو ال. خب من چه خلوت شد، یعنی من از اینجا بلا فاصله توانستم جی وی رو بر حسب آر به دست بیارم، اینجا نوشتم جلوش دیگه. و یک بار هم این دفعه ممان هول جی می نویسم که این دوتا از بازی هست بشه، که ای خب برام شبیه دیگه مشخص، اینم همون آر دوم مثلا یه مقدار از لازه تقارن هم مشخص بود که وقتی یه نیروی خالص عمودی اینجا وارد میشه، این دوتا باید نسخ متقارن، یعنی جی وی و ای وی از دیدگاه هندسی و از دیدگاه تعادل هیچ فرقی بر ارجحیتی به هم ندارن، در اینجا باید نصف اون مقدار آر باشن، آر دوم باشن. ولی کلا اگر نگاه بکنید، ما دو تا جسم داریم، توی هر کدوم هم سه تا رابطه تعادل خواهیم نوشت، میشه 6 تا رابطه معادله الان داریم. ببینید چند تا مجهول داریم، دو تا اینجا مجهول داریم، دو تا اینجا 4 تا که این با این مشترک، یه دونه بی دارم 5 تا، یه دونه سی دارم 6 تا، بس 6 معادله با 6 مجهول باید حل بکنم، که فعلا ما فقط دو تاشو تونستیم جداگانه با اون حقه‌ای که عرض کردم که ممان رو استفاده کنیم، دو تا معادله تعادل ممان بنویسیم به دست بیاریم. برای جسم شماره 2 یک تعادل، یک اینجا هم اتفاقا همین کاری کردم، اینجا هم یک بار ممان هول بی نوشتم، جی اچ هیچ ممان ایجاد نمیکنه، جی وی ایجاد میکنه که حالا اینجا جی وی در ال نوشتیم، یه دونم سی اف هم هیچ ممان ایجاد نمیکنه ولی سی میکنه. نقد کنه یه جور مشخصه که حالا یه دیدی هم دارید اصلا شما که این چیزی که من اینجا نوشتم درسته یا نه. یک بارم ممان هول سی می نویسم که این از بازی هست بشه، خب این طولش سل دیگه، این سل هست و منظرم سخت نیست، اینا رو خودتون میتونید بسید، بی هم فاصلش دوله مساوی صفر، و یک تعادل افقی خواهم نوشت که اف با جی اچ برابر، مشخص بود دیگه اگه اف اینوری باشه جی اچ هم اینوری است، و ما بقیه موارد که از اینجا شما میتوانید جی اچ رو هم به دست بیارید و البته سایر موارد که ای اچ با جی اچ برابره و اینا. فقط به علامت هایی که به دست اومده خوب دقت داشته باشید، جی وی و ای وی رو که گفتم مثبتن، چون که وقتی من اینو میخوام به این به سمت پایین فشار بدم، این اینجا این مفصلی که وجود داره این جسم سمت راست رو به سمت پایین میکشه، در نتیجه جی وی که اینجا میبینید به سمت پایین رسم شده، این درسته، چون وقتی این میاد پایین، اینم همراه خود این نیرویی است که به
جسم سمت راست وارد شده و وجود این جسم سمت راست برای این جسم سمت چپ یک مقاومت، انگاری نمیخواد اجازه بده که این بیاد پایین، درنچ عکس العملش به سمت بالا وارد میشه. میخوام این حس فیزیکی رو پیدا کنین که اگه اشتباه حل کردید مسئله رو متوجه بشید. AAV هم که تکلیفش روشنه، چون نیرو به سمت پایینه، خب این عکس العملش به سمت بالا به این تیر وارد میشه. دیگه چی داریم اینجا؟ GH هم مقدار مثبتی به دست اومده به خاطر اینکه وقتی F رو من به این سمت میکشم، اینو اگه بکشید این بر، این مفصل برای این اجازه نمیده که این به سمت راست کشیده بشه، در این چی یک نیروی خلاف حرکت به جسم سمت راست وارد میشه و وقتی اینو من با نیروی F دارم به سمت راست میکشم، این جسم سمت چپ که یکی هم همراه با این به سمت راست کشیده میشه که مقدارش ببین GH به سمت راست داره وارد میشه. دیگه AH هم مقدار مثبتی به دست آمده است، که دقت کنید که AH رو به سمت چپ کشیدم، ما اینجا منفی گذاشتم، یعنی اگه مثبت به سمت راست باشه من اینجا منفی گذاشتم، AH به سمت چپ در نظر گرفته شده، که وقتی من اینو دارم میکشم انگاری که این جسمم به سمت راست کشیده میشه، پس این تکیگاهی که اینجا هست اجازه نمیده و یه مقاومتی انگار هست، پس یک چنین مقاومتی در مقابل مسیر خلاف جهت این چیزی که بود، مشخصه که جی اچ هم با اچ باید خلاف هم باشن دیگه. مقدار بی مثبته، اگه بی رو نگاه کنید، این چون اینو به سمت پایین دارید فشار میدین، این مفصلا با وسط وجود داره، عکس العملش به سمت بالا به خود تیر وارد، این نیرویی است که به تیر وارد میشه و مفصل بی در تراکم، مفصل و ساپورت بی و ساپورت ای در تراکم، وقتی اینو به سمت پایین فشار میدین این دو تا در فشار قرار میگیرن. حالا نکته جالبش به سی دقت کنید، سی منفی به دست اومده، یعنی این چیزی که من به سمت بالا به تیر کشیدم غلط بوده و اینجا انگاری که این داره تیر من به سمت بالا حرکت میکنه و این تکیه گاه اجازه نمیده این بره به سمت بالا، یک نیروی به سمت پایین بهش وارد میکنه که این سر جای خودش باقی بمونه. حس فیزیکی امیدوارم داشته باشی وقتی من اینو به سمت پایین هول میدم، این تکیه گاه A و B در فشارند، اما این سر تیر اگر تکیه گاه سی نبود به سمت بالا حرکت میکرد، به این حالت قرار میگرفت. حالا چون اینجا تکیه گاه داره اینو گرفته با یه نیروی به سمت پایین کشیده که این سر جای خودش باقی بمونه، در اینجا این چیزی که من کشیدم اتفاقا تکیه گاه سی در کششه ولی ای و بی در فشارند، در نتیجه عکس العملشون در اینجا به سمت پایین وارد میشه، تو این دوتای دیگه به سمت بالا وارد میشه. اینا رو سعی کنید حس فیزیکی پیدا کنید که اگه اشتباه حل کردیم مثلا چون یه منفی جایی جا انداختین یا هرچی، از اینجا بتونیم بفهمیم. یه برای چک کردن جواب، همونجور که چندین بار گفتم، چون اینجا من دوتا مومان نوشتم دیگه، تعادل نیرو در راستای افقی و دوتا مومان، تعادل نیرو در راستای عمودی رو ننوشتم. شما چک کنید، حالا حتی به جزئی میتونید مومان هول هر نقطه دیگه‌ای هم بگیرید، اینم خاص، ولی خب اینجا تعادل عمودی رو چون ننوشتیم جاش خالیه، در نتیجه چک کنید ببینید اتفاق میفته یا نه. مثلا چه من بعد الان تو این کیسی که داریم تو اینجا اینایی که دو AAV منهای 2Q0L و علاوه B و علاوه C، من یکم این اگر بزرگترش کنم که دیده بشه، بله صفحه رو بزرگ کنم اینجا، AAV به سمت بالاست، منفی 2Q0L به سمت پایینه، B به این داخلی ها رو اصلا دیگه وارد نکردم چون اینا هم دیگه رو خونسا میکنن دیگه، اینا از رو همین میتونید اصلا بنویسید، ببین یه AAV به سمت بالا گرفتم، من منفی 2Q0L دارم، یه B دارم، یه C دارم، پس این باید درست باشه، جاگذاری کنیم اینایی که داشتیم و جاگذاری کنیم. حتی تو خود این جسم اصلی هم میتونین همین کار کنیم، یعنی ما به جای اینکه جدا جدا بنویسیم، نیرو تعادل نیروها در راستای افقی رو تو این جسم اصلی هم چک کنید. خب الان نگاه کنید اینجا AH باید با F یکی باشه دیگه، من AH رو با F یکی به دست آوردم اتفاقا. اینا نکات ریزی است که مومان بگیرید یکم بازی کنید باهاش، قشنگ متوجه میشید که این مطالبی که من میگم چی. یک مثال دیگری حل کنیم، از یک هندسه سه بعدی انتخاب کردم که دیگه یه مقدار قضیه پیچیده بشه، نکتهش تنها نکتهش تو همین بار گسترده ای است که تو این مربوط به این قسمت که در اینجا وجود داره، که من وقتی میخوام دیاگرام جسم آزاد بکشم، وقتی نیروها رو میخوام روی این مشخص بکنم، اینجا باید به جای این بار گسترده یک تک نیرو بذارم به اندازه یک مستطیلی به طول و عرض Q0 و A که میشه Q0 A، کجا؟ چون متقارنه وسطش قرار بدن. تمام شد، از اینجا به بعد میشه یک مثال از فصل‌های پیشین که حالا سه بعدی هم چون میخوام حل کنم، یعنی چیز پیچیده‌ای واقعا نداره، یه مقدار تخیل هندسی بیشتری داره. اینجا اتصال از نوع پینی هست، یعنی چه باید سه عکس العمل در سه راستا از نوع نیرو در اینجا قرار بدن، یک
و در نقطه C یک از نوع متحرک هست که اجازه حرکت میده و فقط آزادی حرکت در راستای عمودی رو میگیره. در این چک نیروی مجهول شماره 4 C وارد قضیه میشه و دو تا هم اینجا استرات دارن که هر کدوم از اینا محدودیت حرکت در راستای خودشون رو اعمال میکنن. یکی در راستای X, Y, Z هم مشاهده میکنه، این در راستای X ایجاد میکنه، یکی هم در راستای Z ایجاد میکنه. شو 6 تا دیگه مسئله به لحاظ استاتیکی معین است. یک Q0 هم که اینجا دارم که گفتن، یه M0 دارم که به این حالت داره الان ایجاد میکنه. یه گشت‌آوری به این از روبرو اگر از اینجا بهش نگاه کنین خلاف ساعت گرد میشه. و یک نیروی F1 با فاصله B وارد شده. فکر کنم همه چی مشخص باشه الان دیگه، هندسه مسئله روشن. اینم که Q0A مساحت اینه، وسط وارد میشه. حالا میتوانید 6 مجهول دارید، 6 رابطه تعادلی که اینجا مشاهده میکنید. لزوما قرار نیست حتما 3 تعادل نیرو و 3 مومان باشه، ولی به شکل کلاسیک ما این کار انجام میدیم. تعادل نیروها در راستای X، X در این راستا، یه دونه مثبت هم هر جور که شما دوست داشتید در نظر بگیرید. X مثبت من اینجا اینوری گرفتم، نچه BX مثبت شده، F2 منفی شده، یه دونم AX اینجا دارم که AX هم در راستای مثبت اینوری، دقت کنید که اینوری سرش فلش نشه. شما هر جور دوست دارید بگیرید، فرق نمیکنه. AX و BX و هر جفتش رو من یه جور شبیه هم گرفتم و F2 ولی خلاف این است. این یک رابطه. یعنی تعادل نیرو در راستای Y که در راستای Y یه دونه AY دارم که مثبته و فقط یه دونم F1 دارم. حواستون باشه چیزی از قلم نیفته ها، حیفه. البته اون چکی که گفتم آخر انجام بدید خیلی میتونه تو این اشتباه، یعنی خوبی درس استاتیک اینه که آدم ایرادشو میتونه بفهمه که مثلا غلط حل کرده یا نه، و برگردیم دوباره درستش کنیم دیگه. تعادل نیرو در راستای Z، یه دونه BZ به سمت بالا دارم، یه دونه C به سمت مثبت دارم دیگه، یه دونه Q0A منفی دارم و یه دونم که AZ مثبت دارم به سمت بالا. این تعادل نیرو همومان حول نقطه B گرفتم اینجا، برای اینکه دو تا مجهولم اونجاست. به نظرم باعث میشه که بالاخره دو تا مجهول از بازی هست بشه دیگه، از اینجا خوبه. یه آن چیزی که باعث ایجاد همومان حول این میشه، یکی AZ که اینجاست، حالا جهت مثبت رو هم هر جور دوست دارید خودتون بگیرید، ولی من الان خلاف این چرخشی که یعنی اینوری رو مثبت گرفتم، اینوری الان هول x دارم نگاه بحث میکنم. یعنی شما اگه از روبرو نگاه کنین به این، در جهت خلاف عقربه های ساعت رو مثبت گرفتم که az اگه نگاه کنین در جهت عقربه های ساعت هول x مومان ایجاد میکنه. فاصلش هم که یه دونه a، این کلش a، اینم a، پس میشه منفی 2a در az. دیگر چیزی که مومان ایجاد میکنه Q0A که در جهت مثبت ایجاد میکنه. خب Q0A فاصله‌اش هم یه A دارم و یه 3 دوم A میشود. و دیگری F1 که F2 حول محور X مومان ایجاد نمیکنه، چون موازی محور X. یادتون باشه اون نیروهای موازی که AX موازی محوره، AY که امتدادش از همین جا رد میشه، اینا مومان ایجاد نمیکنه. فقط از این ستایی که اینجا داریم AZ ایجاد میکنه، Q0A ایجاد میکنه، اینا هم که خودش هر جفت نیروها از اینجا رد شدن. و دیگری چیزی که هست خود F1 هست که ایجاد خواهد کرد و این M0 هم که اینجا میبینید اصلا خودش به شکل مومان وارد شده، این در راستای Y، پس مؤلفه ای در راستای X نداره. و این C هم که مشاهده میکنید باز هم هیچ مومانی حول محور X ایجاد نخواهد کرد، این باعث اینوری میشه دیگه، حول محور Y ایجاد میکنه. پس فقط این F1 میمونه که این F1 در فاصله عمودی که تا اینجا داره B دیگه، همون B که اینجا مشاهده میکنین، و در جهت از نمای روبرو نگاه کنین در جهت خلاف عقربه‌های ساعت ایجاد میکنه، پس مثبت. این یکم اینا رو دقت باید بکنید دیگه، یکم نیازمند تخیل. من یکم کوچیک کنم دیگری برای اینکه این مجهولاتمون حس بشه. من یه بار هول بی گرفتم، دیگری هم به نظر میرسه که هول همچنان بی بگیرید، ولی این دفعه زدو، یعنی مومانهایی که هول محور زد ایجاد میشه رو بنویسین. خب اینجا دو تا نقطه بی که نیرویی که در بی وارد میشن هست، اف دو مومان هول زد هم ایجاد میکنه، دقیقا اینجوریست، یعنی باعث میشه اینجوری بچرخه هول محور زد که F2 در بازوی گشتاورش هم A دومه. من منفی گرفتم، یعنی اگه از نمای بالا نگاه کنید به این، در جهت عقربه های ساعت ایجاد کرده که منفی گرفتم، خلاف عقربه های ساعت مثبت فرض کردم، در نتیجه شده منفی A دوم در F2.
دیگه چی داریم؟ این Q0A که حول موازی محور زد، اون نیروهایی که موازی محور زد باشن یا هر محوری باشن مومانی حول اون نمیتونن ایجاد کنن. AZ هم نمیتونه بکنه، AY هم که امتدادش از BZ، از این نقطه اعمال BZ و اینا رد میشه، AX ولی میتونه بکنه که اینوریه، که اینوری به حول محور Z در از نگاه بالا در جهت خلاف عقربه‌های ساعت ایجاد میکنه. پس این AX که اینجا دارم مثبته، فاصلش هم که 2A، 2A در AX. بعد MZ خودش اصلا در راستای وای وارد شده، پس ام این صفری که اینجا می درسته وای، هیچ مؤلفه‌ای در راستای زد که نداره. ولی نیروی اف 1 میتونه باعث ایجاد چرخیدن حول محور زد بشه، چون یک فاصله ای داره. این تو قسمت قبل من فاصله عمودی رو گرفتم، اف 1 رو ضرب کردم به کجا بود، در وقتی مومان داشتم اینجا اف 1 رو به بی ضرب کردم. اینجا برای اینکه حول محور زد بچرخه، این فاصله افقی این در راستای ایکسش رو باید در نظر بگیرید و جهت چرخوندنش هم اگه از نگاه بالا شما نگاه بکنید در جهت خلاف عقربه های ساعت هست. پس این هم مقدار مثبتی خواهد شد، اف 1 در این فاصله هم که A، اف 1 در A مثبت این است. یک بار دیگه میخوام اتفاقا همین داستان رو بگیرم گشتاور و حول همون نقطه، و این دفعه گشتاورهای حول محور وای رو بگیرم. منم وای چی میشه؟ این معادله به دست خواهد اومد، این وسطی. حالا شما میتونستید حول این نقطه بگیرید، فرقی نمیکرد و همه رو نسبت به عنوان تمرین اصلا من توصیه میکنم که گشتاورهای حول نقطه A هم که ساده است، چون سه تا مجهول هم هست میشه، اینا رو بگیرید ببینید این بیا و اینا سی که به دست آوردین آیا درست بوده یا نبود. حالا این دفعه اگر من بخوام گشتاور حول محور وای رو حساب بکنم، این دوتا که از بازی هست میشن، اف 2 چرخشی حول محور وای ایجاد نمیکنه، حول زد ایجاد میکنه. پس هیچ، این ای وای هم که کلا اصلا از همینجا رد میشه. محور وای محور افقی است، حتی اگر از اینجا رد نمیشد هم هیچ گشتاور ایجاد نمیکنه. ای ایکس هم باعث چرخش حول محور زد میشه و ای زد هم چون در راستای چرخشی حول وای ایجاد نمیکنه، ای زد اگر وای حول ایکس ایجاد چرخش میکنه. کیو صفر ای هم همینجوری، هیچ کدوم از اینا تا الان هیچ گونه مؤلفه ای نداشتن. یه دونه ام صفر دارم در راستای وای که خب طبق قاعده داستان مشخص این جهتش رو نگاه کنین با وای هم جهت دیگه، پس یه دونه مثبت ام صفر اینجا باید قرار بدم، یه مومانی اصلا مومان خارجی وارد شده اونجا. و خود همین نیروی اف 1 هم باز هیچ چرخشی چون موازی محور وای هست هیچ چرخشی ایجاد نمیکنه. اما این سی که میبینید با یه فاصله افقی که اینجا داره باعث چرخش اینجوری میشه، این حالت حول محور وای خواهد شد که اگر من به سمت طبق قاعده دست راست اگر من بگیرم در جهت مثبت اتفاق ایجاد میکنه. پس بازوش هم که این فاصله افقی هم که ایه دیگه، از این سی در ای برابر صفر خواهد شد. یعنی این الان سی که دارم باعث با این بازوی گشتاوری که میبینید باعث ایجاد چرخش حول محور وای میشه، اما این نیروی اف با این بازوی گشتاور، بازوهای گشتاورش یکی ها، ولی چون افقی خود نیرو باعث یک چرخش حول محور زد میشه. حالا همون اف با این بازوی گشتاور باعث ایجاد چرخش حول محور ایکس میشه. حالا امیدوارم این نهی دارم با بیانهای مختلف میگم که بتونید اینا رو خوب درک بکنید چگونه است و اشتباه استفاده نکنید. حالا این معادله 6 معادله 6 مجهول اگه حل کنین، حالا اینجا باید دوباره بحث مطرح میشه که بتونید تخیل کنین که آیا چیزایی که به دست آوردین آیا مثبت هست، یعنی درست بوده دیگه، آیا درسته این حس فیزیکی دارین که ای وای که یکم سخت میشه چون مسئله سه بعدی هست، این ای وای که به دست آوردین مثبت هستش، پس انگار درست دارم به دست میارم، چون این نیرویی که از اینجا وارد شده انگار این سازه رو به جلو هل داده و عکس العملش به این وره. مقدار سی غلط بوده و سی به سمت پایینه، انگاری که این میخواد بره بالا و این تکیگاه اجازه نمیده که اینو گرفته کشیدتش به سمت پایین، سی مقدار منفی به دست اومده. و ای زد و ای ایکس و بی ایکس و اینا سایر موارد هم دیگه خودتون مومن تمرین به دست میارید. و البته پس از اینکه این کاری کردی تاکید میکنم یه بار دیگه میتونید مومان حول این نقطه بگیرید یا هر جایی که دوست داشتید بگیرید و چک کنید ببینید همه اینها مومانهای مختلف تازه حول سه محور حول اینجا بگیرید، حداقل یکیشو بگیرید
که چون تو همه اینا، ولی خب اینجا وارد نمیشه. خب اینا هم کوپلن دیگه، نکتهش اینه. ولی شما همه نیروها به هم وابستن، اینجور نیست به شکل مستقل. اگه یکی از اینا رو غلط حل کنین، خب همش عین دومینو به هم وصل، غلط حل میشه. در نتیجه ممانی که حول هر محوری بگیرین غلط به دست میاد. و این مثال یه مقدار دشوارتری بود که یکم بتونیم باهاش با مسائل سه‌بعدی معنوس بشیم.